اعتصاب غذای 400 درویش گنابادی، همبستگی با دراویش اعتصابی در زندانهای رژیم آخوندی، فراخوان دراویش به تجمع اعتراضی در تهران در روز 17 اسفند، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در تهران، دهلوران، خوزستان و رشت، فشارهای ضد انسانی بر بستگان مجاهدان اشرفی و زندانیان سیاسی. بیش از 400 تن از دراویش گنابادی دست به اعتصاب غذا زدند تا همبستگی خود را با دراویش زندانی در اوین، گوهردشت و زندان نظام شیراز ابراز کنند. دراویش گنابادی ساکن لرستان برای تجمع در روز 17 اسفند در مقابل دادستانی رژیم در تهران فراخوان دادند. این تجمع در اعتراض به رفتار ضد انسانی رژیم آخوندی با وکلای دراویش و سایر زندانیان سیاسی است. به گزارش این منبع، دراویش گنابادی سایر استان‌ها نیز حمایت خود را از تجمع خانواده‌های زندانیان محبوس در اوین ابراز کردند. بیش از 1000 نفر از کارگران جهاد نصر خوزستان صبح روز سه‌شنبه 13 اسفند در خیابان کارون اهواز در مقابل دفتر شرکت تجمع کردند و به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و تصمیم گردانندگان آن برای اخراج تعدادی از کارگران اعتراض کردند. کارگران شهرهای شادگان، سوسنگرد، هویزه، حمیده و شوش نیز در حمایت از این کارگران دست از کار کشیدند. کارگران کارخانه گچ دهلوران صبح روز سه‌شنبه 13 اسفند در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده اعتصاب کردند. بنا به خبری از تهران، جمعی از کارگران شاغل و همچنین کارگران اخراج شده از شرکت کفش بلا روز یکشنبه در مقابل بانک ملی تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع کنندگان به پرداخت نشدن بیش از 20 ماه مطالبات خود اعتراض کردند. روز دوشنبه 12 اسفند جمعی از کارگران کارخانه اطلس گیلان در رشت در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده در مقابل دفتر کارخانه تجمع کردند. زندانی سیاسی مطهره بهرامی از بستگان مجاهدان اشرفی روز سه‌شنبه 13 اسفند در آستانه فلج شدن در بیمارستانی در کرج بستری شد. مدتی پیش خانم بهرامی چند روز در بیمارستان بستری شده بود، اما دشخیمان بدون اتمام پروسه درمان وی را به بند و زندان برگرداندند. مطهره بهرامی مدت هاست در زندان دچار مشکل حاد دیسک کمر است و به دلیل عدم رسیدگی و درمان دچار آسیب دیدگی جدی شده است. ماموران جنایتکار اطلاعات آخوندی مانع از ملاقات بستگان زندانی سیاسی محسن دانشپور از خانواده های مجاهدان اشرفی در بیمارستان مدرس تهران با وی شدند. زندانی سیاسی محسن دانشپور مدت هاست از بیماری قلبی در زندان رنج می برد. وی به دلیل تنگی نفس و مسدود شدن عروق قلبش در وضعیت اورژانس روز یکشنبه 11 اسفند در بیمارستان مدرس تهران بستری شد.